Hi guys, welcome to my YouTube channel and thank you for watching this video. من رفتم یه سری کارا رو انجام دادم. بعد دیگه امروز گفتم که الان بشینم راجع به یه موضوعی صحبت بکنم که خیلی دوست داشتم که نظرات شما رو بدونم. ببینم که شما چی فکر میکنین. اصلا همچین چیزی توی زندگیتون براتون به وجود اومده یا نه؟ دیدین که گاهی مواقع توی زندگی یه سری شرایطی پیش میاد، حالا چه باعث خوشحالی شما میشه، یعنی یه سری موفقیت‌های شما کسب میکنین یا به یه سری مدارج و درجات عالی میرسین، حالا یه مثلا یه مایلستون خیلی قوی رو توی زندگیتون پر میکنید و یا برعکس ممکنه یه اتفاق و یا یه لحظه خیلی مثلا ناگوار و همراه با ناراحتی و اینا باشه براتون. یعنی منظورم اینه که دو تا سیتویشن رو تصور بکنین که یک باعث شادی و شور و شعف و خوشحالی شما شده و شما رو به اوج رسونده، خود شخصتون رو، شما یه نفر رو، و یه سیتویشن دیگه که باعث ناراحتی، اندو، غم، قصه. قاعدتا دو تا سیتویشن توی زندگی هر کسی at some point به وجود یا اومده یا میاد. حالا من تاکیدم بر این قضیه است، میخوام ببینم که توی هر دو تا مورد آیا شما دوستانی رو که از قبلش، تمام سالهای قبلش به عنوان دوست، نه حالا ببین، خب میدونیم که دوست درجات و مراتب مختلف داره، دوست صمیمی، دوست فقط هی هاو ار یو، دوست مثلا میدونی که مثلا با یه سری ها خیلی صمیمی هستین، با یه سری ها نه زیاد، با یه سری ها حد وسط هستین. anyways من حالا بیشتر منظورم اون دوستایی هستن که شما یه جورایی پیش خودتون همیشه فکر میکردین که او اینا مثلا best friend شما. توی در هر دو شرایط که میگم، چه اون خوشحالی بالا چه اون غم که شما رو میکشه پایین، آیا شما متوجه شدین اون کسایی رو که دوست خطاب میکردین از نظر خودتون، شده که تو اون شرایط یهو ببینین که اون افرادی که شما همیشه در برای شادیشون در کنارشون بودین، برای غمشون، مشکلشون در کنارشون بودین، به حرفاشون گوش دادین، حتی اگه کمکی از دستتون بر نیومده، حداقل این فیلینگ رو بهشون دادین که من هستم، اگه حتی بخوای حرفی بزنی، حتی اگه بخوای فقط افکارتو بریزی بیرون، حتی اگه بخوای فقط خالی بشی، هر چیزی میتونه باشه، فقط اینکه اونا حس کنن یعنی باعث شدیم که اونا حس کنن شما همراهشون هستین و به فکرشون هستین. آیا شده که این اتفاق برعکس باشه و برای خود شما بیفته و یهو متوجه بشین که همون افرادی که شما برای شادیشون همه کار کردین و توی لحظات شادشون واقعا با خندیدنشون خندیدین و توی لحظات ناراحتیشون با اون غمشون، با اون اشکشون ناراحت شدین و ممکنه حتی اشک هم ریخته باشین و متوجه بشین که شاید زمانی که شما بهشون نیاز دارین، اگه که بسیار خوشحالین و دوست دارین اون خوشحالی رو شریک باشین، ممکنه یهو متوجه شدین که او نه، اونا واقعا از ته دلشون خوشحال نیستن و یه جورایی حتی ناراحت هم هستن از این موفقیتی که شما کسب کردین، و یا حتی متوجه میشین حسادت هم یه جورایی دارن نسبت بهتون، این پیدا کردن اگرم از قبل نداشتن، و یا اگر داشتن و پنهانش کرده بودن یهو تو این موقعیت آشکار میشه، و یا حتی اینکه اگر که توی یه موقعیت غم و اندوهی باشین که خیلی جنبه های مختلفی داره،
و آیا متوجه شدین که همون آدم ها یهو کنارتون نیستن، یهو غیب شدن، به طرز ناباورانه غیب شدن، اصلا انگار که نه، انگار سالیان سال این آدم ها توی زندگیتون بودن و شما دوست بودین با هم. حالا اون دوستی که خودتون تعریف دارین ازش میتونه خیلی صمیمی باشه، خب آف کورس اون دوستی هایی که خیلی صمیمی نیست آدم حالا همچین انتظاراتی هم نداره. ما الان بحثمون اون دوستی هایی هستش که به اصطلاح میگن خیلی با هم همه جوره بودن دیگه، به معنی واقعی دوست بودن. اینو حالا میخوام ببینم که واقعا این تجربه رو داشتین، اگه داشتین چجوری تونستین باهاش دیل بکنین، چجور با این شوک برخورد کردین که مگه فلانی تا مثلا تا فلان وقت مگه نمیگفت، مگه مثلا مگه دوست من نبود، مگه نه اینکه الان باید خوشحال باشه از خوشحالی من، مثلا من اگه به یه دستاوردی رسیدم مگه نباید طرف الان باید با من خوشحال باشه، نه اینکه باید با من خوشحال باشه، منظورم اینه که مگه نباید از اینکه ببینه من دوستش به اون چیزی که میخواستم رسیدم، مگه نباید اون هم احساس خوبی داشته باشه. At the same time توی سیتویشن غمش، اوکی، تو میبینی که یه چیزی باعث شده تو بشکنی، یه چیزی باعث شده که تو توی شوک بزرگی وجود توی شوک بزرگی بری و توی یه غم بزرگی تو رو فرا بگیره. حالا میتونه اون غم هم هر چیزی باشه، میتونه خیلی چیزا میتونه باشه، حالا نمیخوام هی لیست بکنم سیتویشن های شاد و سیتویشن های غم، ولی قطعا یه سری مواقع هست توی زندگی هر آدمی که اون غم رو تجربه کرده، اون شادی هم تجربه کرده. و مخصوصا توی دوران غم آدم بیشتر نیاز داره که ببینه بقیه به یادش هستن، میخوام بدونم که تو اون مواقع چه خوشحالی چه غم، مخصوصا غم، وقتی که متوجه شدین کسایی که دورتون بودن به طرز ناباورانه ای دیگه نیستن، چه عکس العملی داشتین، چه جور تونستین با این قضیه کنار بیان حالا این بار که او پس همین همش دروغ بود، همش فیلم بود، اونا واقعا مثلا رو راست نبودن، اونا واقعا دوست داشتنشون از ته دل نبوده، دوستیشون از ته دل نبوده، فقط برای منفعت خودشون تو اون مقطع زمانی بوده. از لانگ از این که دیدم مثلا من فلان به فلان اچیومنت رسیدم، از لانگ از این که دیدم من به اون نقطه بن‌بست توی زندگیم رسیدم، توی پرانتز که اچیومنت مثلا اون موقعیت شاد، بن‌بست اون موقعیت غمگین، از لانگ از این که این دوتا سیتویشن رو در من دیدن، چرا دیگه نیستن؟ خب به یه چیزی میرسی، به این که واقعی نبوده دوستی، واقعی نبوده اون رابطه، فکر میکنه ازش سوء استفاده شده توی تمام اون دوران دوستی، فکر میکنه که چه اشتباه بزرگی انجام داده، چقدر زود باور بوده، چقدر ساده بوده که فکر کرده همه اون آدم ها که یه روزی به عنوان دوست در زندگیش بودن الان از 100 تا غریبه غریبه ترن. میدونی آدم اون لحظه اصلا دچار یه سردرگمی میشه. خب تو وقتی قطعا میبینی یک نفر که دوستت بوده یه زمانی، میبینی خب توی زندگیش بنا به دلایلی الان غمگینه و حتی انتظار خاصی هم نداره، چون غم و شادی هر کس توی وجود خود اونه، منتها شادی رو آدم دوست داره با بقیه تقسیم بکنه، غم قابل تقسیم نیست، چون درک اوج اون غم برای کسی که اون غم رو تجربه نکرده باشه قابل درک نیست، و اون کسی که اون غم رو
تجربه میکنه قطعا توقع نداره همه بفهمن حالشو، نه، ولی شاید تنها چیزی که دوست داشته باشه اون غمی که در اون آدمی که درگیر اون غم و ناراحتی و اون بنبست و تاریکی توی زندگیش هست، شاید تنها چیزی که یه کوچولو بتونه بهش کمک بکنه توی اون شرایط اینه که بدونه بقیه که یک زمانی دوست خطاب میکرده به یادش هستن، به همین سادگی، حتی لازم نیست کار خاصی بکنن، چون دوستی واقعی، روابط صادقانه و واقعی به نظر من وقتی درسته، وقتی صادقانه است که آدم درک داشته باشه که وقتی اون طرف شاده خب شاده، وقتی اون طرف غمگینه غمگینه، باید بهش تایمی داده بشه بتونه خودش رو جمع جور بکنه. اینا خیلی موثره، چه اون تبریک از ته دل برای اون اچیومنت، چه اون حال احوال پرسی صادقانه برای طی اون روزهایی که اون دوستتون مثلا داره با غم دست و پنجه نرم میکنه. خوبه که آدم ها حواسشون به دوستاشون باشه. همین فقط خواستم بگم که شما اگه تو این موقعیت بودین، تو این موقعیت شادی و غم بودین و یهو توی هر دوش یا توی یکیش متوجه شدین که دوستاتون جوری شما رو رها کردن که انگار اصلا نمیشناختن شما رو از اول، چجوری با این قضیه خودتون کنار اومدین، چجوری تونستین تحلیل بکنین، چجور باور کردین که او همچین آدم هایی هم هستن توی دنیا. اگه دوست داشتین خوشحال میشم که حرفاتون رو کامنت بکنین، میخونم اگه که گذاشته باشین، میتونیم تبادل نظر بکنیم. ممنون که طی این ویدیو همراه من بودین، ممنون که گوش دادین، امیدوارم که سرتون رو درد نیورده باشم، سعی کردم که منظورم رو خوب برسونم، امیدوارم که موفق بوده باشم. هر جای دنیا که هستین دلتون شاد باشه، تنتونم سلامت، فعلا بابای.